و حالا بشنویم از ناتالی پورتمن، بازیگر سینما و برنده جایزه اسکار که چندیست وارد حوزه کارگردانی شده. اولین فیلم او جمعه همین هفته به سینماهای آمریکا میاد. جزئیات بیشتر از ماندانا. روایتی از عشق و تاریکی، اولین فیلم ناتالی پورتمن در مقام کارگردان است. فیلم داستان شکلگیری اسرائیل را روایت می کند و در حاشیه آن داستان پسر بچه‌ای که با حقیقت‌های زندگی و مرگ آشنا می شود. اما به گفته خانم پورتمن، پیام سیاسی در آن نیست. I think the movie is very much about this very particular specific family story. فکر می‌کنم فیلم بیشتر در مورد این خانواده است. ولی خب البته در نقطه زمانی مهمی در تاریخ رخ میده و زندگی در اون بره از تاریخ سنگینی بیشتری بر دوش اعضای خانواده داره. اما جدا از اینکه آز یکی از رهبران خواهان صلح اسرائیل شد، باقی داستان زیاد سیاسی نیست. داستان این فیلم برگرفته از کتاب شرح زندگی آموس آز نوشته خود اوست و رابطهش با مادر خود در دوران نوجوانی و همچنین شروع حرفه نویسندگیش را دنبال می کند. ناتالی پورتمن که متولد اسرائیل است، فیلمنامه آن را نوشته و همچنین در این فیلم ایفای نقش می کند. گفتنی است که فیلم روایتی از عشق و تاریکی به زبان عبری تهیه شده. بله، خب، زبان در روایت داستان و تصویر کشیدن شخصیتی به این بزرگی خیلی مهمه. یه بار یه نفر به هم گفت آمریکایی‌ها همیشه میخوان فیلم‌های خارجی درست کنن و شخصیت‌های فرانسوی یا اسپانیایی داشته باشن که با لهجه صحبت میکنن، که این خیلی مسخره است. تصور کنین فیلمی در مورد جورج واشنگتن به زبان فرانسوی درست کنین که در اون واشنگتن به زبان فرانسوی با لهجه آمریکایی صحبت کنه. خیلی مسخره است. من فکر می‌کنم برای درک مکان و شخصیت‌ها به اصالت زبان نیاز داریم. خیلی از خصوصیت‌ها خاص اون زبان هستن. ناتالی پورتمن در این فیلم در نقش مادر آز بازی می کند، اما برای اولین بار است که در پشت دوربین نیز نقش دارد. فکر می‌کنم از اولین تجربه هم جلوی دوربین به کارگردانی هم فکر کردم، چون همیشه به نظرم می‌رسید از این راهی که می‌تونی دیدت رو ابراز کنی. وقتی بازیگر هستی داری به کارگردان کمک می‌کنی که دید خودش رو ابراز کنه. بنابراین برای من همیشه یک رویا بود. 10 سال پیش که کتاب روایتی از عشق و تاریکی رو خوندم، با نثر زیبایی که داشت همون لحظه در ذهنم تصاویر داستان شکل گرفت و میتونستم فیلم رو ببینم. این باعث شد که بخوام اولین فیلمم رو بسازم. فیلم روایتی از عشق و تاریکی که در جشنواره فیلم کن در بخش فیلم‌های رقابتی شرکت کرده بود، از روز جمعه به سینماهای آمریکا می‌آید. من ماندانا تدیون هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.